من سعی میکنم خیلی کوتاه حرف بزنم. عرض شود که سوال من اینه که برای دوستانی که میگن شاید تقلب نبوده، من میپرسم اگر تقلب نبوده چرا بلافاصله احمدی نژاد تجمع بیش از 4 نفر رو در ایران ممنوع اعلام کرد و تظاهرات مخالفین رو غیر قانونی اعلام کرد؟ و اگر این نماینده به اصطلاح رئیس جمهور اکثریت مردمه، چه احتیاجی به این کشتار، به وضع قوانین ممنوعه، دستگیری، شکنجه و این حکومت نظامی بود که هست؟ همه اینها نشون دهنده اون چیزی است که اتفاق افتاده و مینیمم دنیا میتونه بخواد آقا برای که ما بفهمیم انتخابات ایران راست بوده یا نه، یک روز به مخالفین احمدی نژاد در ایران اجازه بدن تا ما نشون بدیم که چه تعدادی از مردم ایران مخالف احمدی نژادن. من اسنادی رو به پارلمان به خانم رزماری دادم، حدود 27 صفحه است با ترجمه انگلیسیش، نحوه مهندسی این تقلب در انتخابات رو. همینطور من حدود 50-60 فیلم فرستادم برای پارلمان که میتونید ببینید که مردم با موبایل گرفتن از کشتارها، سرکوبها، دستگیریها و شکنجه ها، که اینها نشون میده که چه اتفاقی در ایران امروز داره میفته. نکته دیگه اینه که ما از دنیا بیشتر از یک تعارف میخوایم. ما نمیخوایم دنیا دستشو بذاره به سینش بگه ما با شما احساس همدردی میکنیم بعد بیزینسشو با دولت ایران شروع کنه. شما همون کاری رو که دنیا با هندوراس، با کودتاچیای هندوراس میکنه، با کودتاچی ایران چرا نمیکنید؟ چه فرقی هست بین کودتا در هندوراس یا هر کشور دیگه ای با اون چی که در ایران اتفاق میافته؟ نکته دیگه احمدی نژاده. دیشب احمدی نژاد در ایران سخنرانی میکرد و میگفتش ما مدیریت ایران رو خوب موفق شدیم، حالا باید بریم جهان رو مدیریت کنیم. این سخنرانی دیشب احمدی نژاده که میگه دنیای امروز دچار بحران مدیریته و ما آماده ایم که در مرحله دوم ریاست جمهوری مدیریت دنیا رو در دست بگیریم. همینطور یک فیلمی هست از آقای احمدی نژاد رو اینترنت که رفته پیش علمای قم و میگه به زودی اون خبر انرژی بزرگ که برای ما کنایه از اتم رو خواهید شنید و وعده میده که جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی تبدیل میشه. میدونید که در ایران به هر جهت تا 2-3 هفته پیش ما حدود 20% دموکراسی داشتیم. گاهی میتونستیم نماینده پارلمان خودمون انتخاب کنیم، گاهی میتونستیم رئیس جمهورمون رو مثل دوره خاتمی انتخاب کنیم، ولی خب قدرت، نیروی نظامی، پول نفت، زندانها، ارتش دست خامنه ای بود. اما از 2 هفته پیش ایران 100% وارد دیکتاتوری شده و اصلا احمدی نژاد با 4 سال پیشش هم قابل مقایسه نیست. شما فکر نکنید این احمدی نژاد اون احمدی نژاد 4 سال پیشه، این نماینده حکومت اسلامی از این به بعد. یک سوال دیگه ای شد که ما چرا اصرار میکنیم روی انتخابات، انتخابات ابطال بشه و دوباره رای گیری بشه. این اون مینیمومی است که همه ملت ایران پشتش میستن. اگر شما میخواید هر حرکتی در جهان همراه باشه با حرکت مردم ایران، بحث انتخابات نباید فراموش بشه. این اون 20% دموکراسی است که مردم داشتن و از دست دادن. شما هر تحریمی، هر عکس العملی نشون میدید، باید مدام یک اشاره بشه به اینکه احمدی نژاد غیر قانونی است و با تقلب اومده رو کار و مردم ایران بالاخره باید بتونن از طریق انتخابات حداقل رئیس جمهورشون رو خودشون انتخاب کنن. یک سوال هایی هم میشه در مورد آقای موسوی. ببینید آقای اوباما میگفت بین احمدی نژاد و موسوی فرقی نیست. من پاسخ دادم که پس بین بوش و اوباما هم فرقی نیست. چطور فرقی نیست؟ رژیم ایران یک طیف بوده. یک سر طیف آدمایی هستن عین احمدی نژاد که به هیتلر فکر میکنن، یک سر این طیف آدمایی هست عین موسوی که به ماندلای اسلامی فکر میکنن. ما نمیتونیم بریم از آفریقا ماندلا رو بیاریم مردم ایران رو نجات بده. ما نمیتونیم بریم از هند گاندی بیاریم مردم ما رو نجات بده. مردم ایران احتیاج دارن به کسانی که از توی خودشون انتخاب کنن. موسوی ظرف 3-4 ماه گذشته
بالاخره رهبری بوده که توسط اون مردم انتخاب شده. این که کسانی بهش انتقاد دارن اون بحث دیگه است، ولی الان جنبش ایران حتی فراتر از موسوی است. این یک جنبش سبزی است که در جستجوی آزادی و دموکراسی. مردم میگن ما بمب اتم نمیخوایم، ما صلح و دموکراسی میخوایم و میخوایم بتونیم کشور خودمون رو آباد کنیم و حق انتخاب حداقل رئیس جمهورمون رو داشته باشیم. بله کسانی هستن که دوست دارن کلا این نظام نابود شه. من یکی از کسانی هستم که فکر میکنم حتی تغییر رئیس جمهور بسیاری از مشکلات ما رو باقی میذاره، ولی ما باید فکر کنیم مردم ایران در این مرحله چه میخوان و چه میتوانن بخوان. اونها خسارت دادن در انقلاب و به نتیجه نرسیدن. اونا شاید دلشون نخواد فوراً یه انقلاب دیگه بکنن، چون که نمیخوان انقلاب دیگه ای بکنن خسارت بیشتری بدن. شما نمیتونید بگید همین یک مقدار حرکت همین جنبش رو هم نداشته باشن. من فکر میکنم مقاومت در ایران وجود داره. اینطور نیست که مقاومت فروکش کرده. مقاومت این آتش زیر خاکستر شده. مردم ایران گم شده شون آگاهی نبوده. 30 سال مردم میدونن چه بلایی سرشون اومده. هر پسر و دختری شلاق خورده، برای که کمی حجابش عقب بوده، برای اینکه دوست دختر یا دوست پسر داشته، برای اینکه عاشق شده. قدیما میگفتن دهنا رو بو میکردن که کی دهنش بوی مشروب میده. الان 10 سال پیش دهنا رو بو میکردن ببینن کی به دیگری گفته تو را دوست دارم. الان دهنا رو بو میکنن ببینن کی روی بام خونش حتی فریاد الله اکبر سر زده. هی داره آزادی های ما محدودتر میشه. در چنین شرایطی پرسیدید که ملاها چقدر حمایت میکنن. الان جامعه مدرسین 3 روز پیش، جامعه مدرسین ملاهایی هستند که در قم درس میدن به ملاهای دیگه. اینها احمدی نژاد رو به رسمیت نشناختن. بعضی از روحانیون و فقها مثل آیت الله طاهری در اصفهان، مثل آیت الله منتظری، مثل آیت الله صانعی، اینا همه موضع دارن. کاملا روحانیت دو پاره شده و بعضی از اونایی هم که هیچی نمیگن میترسن از خامنه‌ای و رژیم احمدی نژاد. اگر که ترس نبود میدیدید که بخش عمده روحانیت حتی سمت مردم هستن. نکته دیگه این که شما گفتید ما مسافر هواپیما نیستیم، پلیس جهانی هم نیستیم. سوال من اینه، پارلمان اروپا کیه؟ اگر شما نه مسافرید نه پلیس امدادگر، شما کی هستید؟ شما بخشی از بشریتید که اگر صلح شما به خطر بیفته ما هم ضرر میبینیم، اگر دموکراسی ما هم بیفته شما ضرر میبینید. ما در کل 2-3 چیز رو از شما میخواییم. 1، حتما دخالت بکنید، حتما وارد این ماجرا بشید. نگید این یک دعوایی است بین مسافران و کسانی که هواپیما رو دزدیدن، این موضوع به شما مربوطه. 2، ما از شما میخوایم که هر نوع تحریمی، شما مثال زدید گفتید تحریم‌های هوشمند، نه فقط نوکیا، حتی زیمنس در ایران داره گفته میشه که دستگاه‌های شنود فروخته. من نمیدونم این واقعا چقدر راسته. حداقل ابزار شنود، شکنجه، استراق سم توسط اروپا به ایران فروخته نشه. این شرکت‌ها تحت فشار گذاشته شن. الان مردم ما حتی اس‌ام‌اس نمیتونن به هم بزنن، جرأتشون از موبایل هم از بین رفته. یه کار دیگه ای که میتونید بکنید، مثلا انگلیس، BBC میتونه همون کاری رو بکنه که 30 سال پیش کرد. چطور انگلیس 30 سال پیش رادیو BBC رو گذاشت جلوی دهان امام خمینی تا در ایران انقلاب کنه؟ مگر غیر از اینه که شما هم مقصرید در بلایی که 30 سال پیش بر سر مردم ایران اومد؟ حالا اینجا که رسیده شما همه با احتیاط روبرو میشید. حتی VOA اگر شما مستقیم با مردم ایران حرف بزنید سانسور میکنن. من به نظرم شما اروپایی‌ها میتونید رادیو، تلویزیون، اینترنت رو در اختیار اپوزیسیون بگذارید که صدای مردم رو از داخل بگیره به خودشون برگردونه. و حرف آخر این که به هر جهت ما از شما تعارف نمیخوایم، ما از شما 2 تا نامه حقوق بشری که بعد جزء خاطرات سیاسی ما بشه نمیخوایم. فراموش نکنیم چرا مردم ایران 50 ساله با انگلیس و آمریکا احساس دوستی نکردند. سر مصدق و کودتایی که 50 سال پیش در ایران اتفاق افتاد، مردم ایران احساس دوستی با غرب به ویژه امریکا و انگلیس نکردند.
حکومت ایران هم آمد سوار این دشمنی شد و 30 سال به ما حکومت کرد. شما از نو حکومت کودتای احمدی نژاد رو به رسمیت نشناسید که 30 سال دوباره مردم ایران به افسردگی برن و این بار با اروپا قهر کنن. Thank you.